بنده علی هستم از اصفهان مزاحمتتون میشم. شما جناب انصاری هستید درسته؟ آقا علی از اصفهان. بله علی جان بفرمایید، صداتون داره پخش میشه. ارادت مندم قربان، خوب هستید ان شاء الله. به حضورتون عرضم که بنده یکی از بچه شیعه های ایرانی هستم. 26 سالمه به قول معروف گفتنی، از زمانی که 18 سالم شد در حال تحقیق تفحص تو زمینه دین و مذهب بودم و الان هم افتخار میکنم که شیعه هستم، منتها نه شیعه ای که متاسفانه این روز میخوام این لفظ رو به کار میبرم، این بیشرف ها معرفی کردن تو جهان و جهانیان. واقعا باعث تاسفه که ما رو شرمنده کردن در منظر کسایی مثل شما، در مقابل عزیزای اهل سنت، در مقابل واقعا میبینید الان صدام لرزش صدا دارم، چون واقعا عاجز از زبونم از بیان این قضیه، چون واقعا نمیدونم چجوری به خودشون اجازه میدن که من امروز یه کلیپی از شما از برنامه گذشته شما دیدم که فرمودید که تا زمانی که به ناموس پیغمبر توهین بشه، به صحابه پیغمبر توهین بشه، و واقعا خدا قوت رو به عنوان یه شیعه به شما خدا قوت میدم، چون که واقعا این میشرف ها حیثیت مشیعه رو بردن، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق و صحابه پیغمبر، اینها به نظر بنده واقعا زبونم عاجزه چجور به خودشون اجازه میدن چنین توهینایی و حیثیت ما رو بردن. یعنی بعضا بنده تو کشورهای خارج رفت آمد داشتم، بعضا خجالت کشیدم که بگم شیعه هستم. چرا؟ به خاطر رفتار این باز میگم بیشرف ها. واقعا فقط تماس گرفتم که از شما تشکر کنم، به خاطر اینکه واقعا دارید اون وحدتی که نیازه بین مسلمان ها ایجاد میکنید، روشنگری میکنید و نشون میدید که دشمنی بین حضرت علی و به قول معروف صحابه دیگه، دشمنی بین اهل بیت و به قول معروف اهل سنت وجود نداره. حتی امروز قسمتی از برنامه‌تون رو در حضور خانواده به قول من پخش شد که حضرت علی و فاطمه دختری به نام حضرت ام کلثوم داشتن که به قول معروف همسر حضرت عمر فاروق بوده. این را اکثر اعضای خانواده بنده که همه اهل مطالعه و تحصیل کرده هستن اطلاع نداشتن. واقعا افسوس خوردم که چرا به چنین روزی انداختن ما را، چرا واقعا اینا حرفای دل بنده هستش. و در آخر باز عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم که یه مقدار استرس به من وارد شد به خاطر اینکه واقعا شرمنده هستم از منظر همون سنت. هم شما واقعا شرمنده، به عنوان یه بچه شیعه شرمنده هستم. من بله بچه شیعه ام، عاشق حضرت علی یا اهل بیتم بله، ولی نه اون شیعه ای که اینها رواج دادن. واقعا از شما تشکر میکنم، امیدوارم که راه حقتون همیشه ادامه داشته باشه و روز به روز به سربلندی ها افتخاراتتون اضافه بشه. خدا قوت. اگر امری ندارید بنده سلامت باشید علی جان، الله متعال افستون کنه. و ما هم افتخار میکنیم که محبت علی و اولاد علی و فاطمه زهرا و اهل بیت رسول الله جز ایمان ماست. کسی که اونا رو دوست نداشته باشه ایمان نداره.